اکنون آقای حیات الله رحیمی فعال حقوق بشر و مدافع حقوق مهاجرین از استرالیا روی خط تصویری با خود داریم که در این رابطه با ایشان بحث میکنیم. آقای رحیمی سلام به شما و میشه به عنوان پرسش اول مطرح بکنیم این که وضعیت مهاجرین را شما در بیرون از افغانستان چگونه میبینید؟ سلام بر شما آقای حبیب‌زاده و بینندگان عزیز در داخل و خارج از کشور. ببینین وضعیت مهاجرین و پناهجویان در خارج از کشور کاملا به باور ما رو به خرابی است. با آنچه که قوانین بین‌المللی و داخلی آن کشورها اجازه میتن متاسفانه او رعایت نمیشه و میبینیم که سیل عظیمی از پناهجویان و مهاجرین وارد کشورهای اندونزی، مالزی، یونان و دیگر کشورهای اروپایی و ترکیه مثلا میشوند که و همچنان ما سیل عظیمی از مهاجرین هموطنان ما در کشورهای همسایه ما مثل پاکستان و ایران حضور دارند که متاسفانه آنها نیز در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. آقای رحیمی، آیا با توجه به وضعیت که افغانستان داره و چند نشست هم دو جانبه و سه جانبه با پاکستان و ایران صورت گرفته، فکر میکنین شرایط افغانستان برای پذیرش مهاجرین مناسب باشه؟ متاسفانه همونطور که در خود شما در اخبار هم اعلان کردید، آقای عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان دولت افغانستان با کشورهای پاکستان و ایران گفتگو کردند که مهاجرین نباید به صورت اجبار اخراج بکنند، اما میبینیم که رئیس جمهور وضعیت اضطراری در کشور اعلان کرده و ما به این باور هستم که اصلا افغانستان ظرفیت و آمادگی پذیرش تعداد زیادی از مهاجرین هموطنان ما که در پاکستان و ایران قرار حضور دارند را ندارند و این فکر میکنم یک جفای بیش نخواهد بود که در حالی که افغانستان خودش جدا از مسائل فقر و بیکاری در یک بیامنی سر تا سری به سر میبره، اصلا ما شرایط را مهیا نمیبینم و ظرفیت افغانستان واقعا در حد نیست که از مهاجرین هموطنان ما بتانه پذیرایی خوبی بکنه. آنچه که رئیس جمهور امروز بیان داشته در جلسه مهاجرین که اونجا وزیر عودت مهاجرین و مقام های دیگه حکومت هم در ارگ حضور داشتن، این حالت اضطراری که به وزارتخانه ها گفته برای ای که وضعیت عودت مهاجرین غیر قابل پیش بینی است، شما ایره چگونه تحلیل میکنین؟ یعنی یک حکومت باید از درایت خوبی برخوردار باشه و بتانه با دولت های همسایه به خصوص روابط خوبی دیپلماتیک را برقرار بکنه و به تفاهم خوبی برسه. اگر اینکه به حساب از یک پیشبینی خوبی برخوردار نباشه و در یک شرایطی مهاجرین به افغانستان برگردانده شود که افغانستان او آمادگی لازم را نداشته باشه، پس ما به جای از اینکه امنیت را برای هموطنان ما در داخل از کشور حتی نمیتونیم مهیا بسازیم، چطور و مهاجرینی که با تمام مشکلات به یک کشور دیگر به سر میبرن اونا را باز با یک مشکلاتی که حتی سکونت در افغانستان ندارن برگردانیم و نتانیم از اونا یک پذیرایی خوبی بکنیم، با باور من یک سنجش نادرست خواهد بود. آقای رحیمی، میخوایم به عنوان پرسش آخر این بحث مطرح بکنم، چقدر مهاجرین افغان وقتی به کشورهای اروپایی هم به استرالیا و دیگر جاها وقتی مهاجرت میکنن اون قوانین بین المللی مهاجرت در رابطه به اینا مد نظر گرفته میشه و حقوق بشریشان حفظ میمانه؟ تجربه ما در کشور استرالیا و اندونزی و ترکیه و یونان و در دیگر کشورهای اروپایی نشان میده که قوانین ملی و بین المللی این کشورها بالای مهاجرین اصلا تطبیق نمیشه
مثلا در استرالیا ما میبینیم که تعداد زیادی از هموطنان ما مدت 3 سال میشه که در کمپ ها به سر میبره و زیادتر از آنها به امراض روحی و روانی گرفتار شدن. اما تا که در اخبار حتما شما هم شنیدین که یک هموطن ما 2 هفته پیش در استرالیا در یک از کمپ ها خودکشی کرد و امیتو یک هموطن ما به اجبار اخراج شد و امیتور هموطنان زیادی ما در خطر اخراج اجباری قرار داره که ما یعنی حقوق اصلا بشر برای مهاجرین افغان در کشورهای بیرونی مد نظر گرفته نمیشه. اصلا مد نظر گرفته نمیشه در حالی که ما میبینیم که اکثریت از این کشورها تشکر. با تعهدات سازمان ملل متحد با قوانین سازمان ملل متحد تعهدات داره، اما هرگز او رعایت نمیشه تشکر. و حقوق مهاجرین پایمال میشه که متاسفانه ایره باید دولت افغانستان مد نظر بگیره و با مشکلات هموطنان ما در خارج از کشور رسیدگی کنه و با دولت های این کشورها وارد گفتگو شود و از حقوق هموطنان ما در استرالیا و در دیگر کشورها دفاع بکنه. خیلی زیاد تشکر آقای رحیمی. زنده باشین. تشکر. حیات الله رحیمی، فعال حقوق بشر و مدافع حقوق مهاجرین، را روی خط تصویری از استرالیا برای بحث روی موضوع مهاجرین افغانستان با خود داشتیم.